علیگو، من قبل از اینکه علیگو هم صحبت کنه، سالار جان من دیدم که میکروفونت وصل نیست، وقتی بیارمت بالا انسان نمیتونم بیارمت بالا اگه میکروفونت وصل باشه. علیگو بگو. سلام آن جان، حالت خوبه؟ صدای من میاد؟ بله بله صدای میاد. من دفعه اولم از میام رو خط برنامه تو، خیلی خوشحال هستم. واقعا کار خیلی قشنگی انجام میدی، بچه ها رو جمع میکنی با نگاه های مختلف، یه حرکت خوبیه. بعد اول من میخواستم بگم که این موضوعی که اون بالا اسم چتت گفتگو با یک بی خداست، این تایتل کارتونه؟ یعنی این که مثلا وقتی که یکی نفر میاد اینجا میبینم چندین بار این تیتر اون موضوع بحثی عوض میشه، لابلای اون گفته ها به وجود میاد، ولی واقعا این استارت این که مثلا این گفتگو هست، مثلا استارت کار به این این بنایه که با یک بی خدا مثلا گفتگو رو شروع کنیم، مثلا شروع میکنی خوده میتونه بر اساس خیلی مطالب مختلفی باشه. من دلیلی که گذاشتم بی خدا به خاطر اینکه ممکنه انگیزه بده کسای بیشتری بیان، چون قبلا گذاشته بودیم گفتگو با آرمی. خب بعد البته خب ما درباره دین و درباره فلسفه و درباره علم و درباره سیاست صحبت میکنیم، خب ولی من گفتم خب اگه بذاریم گفتگو با آرمین، خیلی کسایی که کانال نمیشستن میگه خب آرمین کیه، من برم چرا با آرمین صحبت کنم، آرمین کیه که من بخوام باهاش صحبت کنم. گفتیم اگه بکنیمش بی خدا، ممکنه کسایی که مثلا کانال نمیشناسن و بی خدا مثلا نباشن بهشون انگیزه بده که خب بی خدای من میرم ببینم این سوالو میتونه جواب بده یا نه. یعنی اینو نذاشتم که مثلا فقط بحث درباره بی خدایی باشه، میتونه بحث درباره چیز دیگه هم باشه، ولی عوضش کردیم که مثلا ممکنه تعداد کسی بیشتری بیان بالا. واسه من جالبه، واسه برای تو سخت نیستش که هی این دائما این تما هی شیفت میشه این ور اون ور، باید از اول دوباره شروع کنی تو ذهنت اینا رو بیاری بالا، یه دفعه مثلا دوباره هر شخصی یه دفعه یه جهان دیگه رو تو شبکه ذهنی تو سازم خراب میکنی. نه مرسی که نگران منی. نه ولی نه ولی خب نه خوبه، بالاخره اگه تکراری بشه حرفا ممکنه حوصله. همین الانش هم یه ذره بحث یکی طولانی میشه تو لایو چت، میگن که برو بحث بعدی حوصله‌مون سر رفت، بعضی میگن نه همین خوبه، بعضی میگن حوصله‌مون سر رفت، برای همین به نظرم همین جوری خوبه که یه مقدار تنوع بده. درسته. من خودم اصلا دلیلی که اصلا اومدم اینجا این بود که یکی از دوست اولش دیدم دوستی در مورد افغانستان داشت صحبت میکرد، من اونجا انگار چیز شدم، انگیزه من شدم بیام اونجا صحبت بکنم، در مورد مقدار افغانستان صحبت کنم. بعد یه دفعه یه دوستی دیگه من صحبت کرد، گفتم حالا در مورد خدا هم یه بحثی میتونم باید داشته باشم ولی الان چیزش نیست گفتم. بعد دوباره به ذهنم اومد در مورد اینکه یه نظریه‌ای که آیا مثلا موجودات دیگه، چون خودم خودم بهش علاقه دارم، موجودات دیگه از جای سیارات دیگه هستن اینجا میان نمیان صحبت کنم، ولی خب برمیگردم به همون چیز اصلی که باعث شد من بیام اینجا، همون افغانستان. باشه زودتر، ما چون داریم 6 ساعت دو نفر دیگه منتظرن، اگه میشه کوتاه بگو. فقط در مورد یک مورد افغانستان یه بحث مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه اگر من واقعا الان 3 ساعت شده، نمیشه یه دقیقه ای؟ اوکی خیلی خوب، من در مورد سعیم میکنم توی یه دقیقه بگم. این تئوری توطئه‌ای که مثلا دوستان فکر میکنن برای تئوری توطئه‌ای که آمریکا برنامه‌ریزی کرده که همچین اتفاقی تو عراق بیفته، اینه که کاملا به نظر من اشتباهه، به خاطر اینکه من فکر میکنم این ماجرای افغانستان انقدر توی سیاست آمریکا اینقدر سنگین شدش، اینقدر سخت شد برای کشورهای دیگه، اینا دیگه توانایی شبیه سازی آینده رو که با چه وضعیتی میخوان روبرو بشن رو از دست دادن و اشتباه پشت اشتباه و به تدریج نیروهاشون تموم کم شد. هی در از خیلی وقت پیش این استارت زده شد که بخوان از افغانستان خارج بشن و بیان، و این انقدر این کار سنگین شد به عقب انداختن که دیگه آخر سر توانایی اینی که بخوام ببینن چه شرایطی به وجود میاد رو از دست دادن، و این باز خودش این نشونه از سیاست آمریکا نشون میده که اون ساختاری که از اون بالا از اون بایدن شروع شد و اون ساختار انتخاباتی و اون چه کسی قراره بیاد، یک رفلکتی از این بود که نشون میده که اونجا هم یه ایرادهایی وجود داره که نهایتا چرا به همچین اتفاقی خط شد. ولی باز من از نظر من
تئوری توتئه یک چیز تئوری درست نیست. نه درست نیست و یعنی احتمال هر چیزی هست ولی احتمالش انقدر کمه، ولی من فکر نمی کنم این توانایی رو از دست دادم. من فکر کنم اصلا این توانایی که اصلا نمیشه کسی داشته باشه، یعنی انتظاری که مردم دارن از این که با چه قدرتی میشه، یعنی درسته که آمریکا اطلاعاتش از همه کشورهای دیگه بالاتره و قابلیت جمع‌آوری و دسترسی به اطلاعاتی رو داره که بقیه ندارن، ولی این انتظاری که بشه با این داشتن این اطلاعات پیشبینی‌های دقیقی کرد که ما کلی دیدیم. من میگم تاریخ آمریکا که شما نگاه بکنید، درسته سیستم اطلاعاتشون خیلی قویه، ولی خیلی موارد مختلفی داریم که پیشبینی‌های اشتباهی کردن. این چیز جدیدی نیست، اصلا نمیشه اصلا تنها چیزی رو که میشه روش اطمینان داشت اینه که پیشبینی‌های غلط بشه، یعنی یعنی همیشه میگن چیزی که اصلا انتظارش نداشته باشیم، حتما چیزی که از همه بیشتر از هر چیزی رو شما میتونید مطمئن باشین اینه که اتفاقی رو که انتظارش نداشتیم اصلا بیفته میفته، یعنی خیلی موقع ها میفته، یعنی کسی هم نمیتونه اینا رو پیش بینی بکنه به دلیل درسته. و اینی که دیگران انتظار دارن که آمریکا شبیه سازی بکنه، پیش بینی بکنه آینده رو، هم من فکر میکنم خود این سیاستمدارا رو خسته کردهش، از پا در آورد این قضیه. البته خیلی اهمیت نمیدن، ولی آره. البته یه چیز دیگه من سریع اینو میگم بعد میرم سراغ نفر بعد علی گو. این توهمی که همه چی داره کنترل میشه توسط یک قدرت مرکزی، خب یه قدرت بالایی که مثلا همون دلیلیه که ما خدا رو اختراع کردیم، خب یعنی این توهم ها، این تئوریایی که مثلا آمریکا این اتفاق نمیتونسته بیفته که بدون که آمریکا بخواد، یا یعنی اینکه مثلا مسلمان ها میگن که بدون اینکه مثلا صهیونیستا بخواد، یا یعنی اینکه بعضیا میگن بدون اینکه مثلا فریماسون ها بخواد یا ایلومیناتی بخواد یا شیطان پرست بخواد، حتما یک کسی اینو تصمیم گرفته، حتما یک کسی اینا رو روی اینا حتما کنترل دقیق داشته و همون جوری شده که نقشه هاشون بوده. این طرز فکر همون طرز فکراییه که باعث اعتقاد ما به وجود خدا شده. خیلی ممنون باهات صحبت که داشتیم، 3 ساعت خیلی زمان زیادی هم هست. آره ممنون که